خبرهای تازه از افغانستان و جهان. رهبران آمریکا و افغانستان ملاقات کردند. اوباما: تنش میان ما را آنطوری که جلوه دادند جدی نبود. ادامه تجهیز و آموزش اردوی ملی با سلاح‌های غربی، خواستی که دولت همواره بر آن تاکید کرده است. رد صلاحیت بیش از 250 تن از نامزدان انتخابات پارلمانی، یک هفته فرصت برای اقامه دعوا. ساخت تأسیسات هسته‌ای ترکیه از سوی روسیه، این طرح 20 میلیارد دلاری را شرکت روسی اجرا می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، با مجموعه خبری ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 ثور سال 1389 هجری شمسی که برابر می شود با 13 می سال 2010 میلادی. من زینب سایی به اتفاق همکارانم همت الله میثاق و سمیر رسا مجموعه خبری این ساعت را تقدیمتان می کنیم. و اما مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. در این دیدار که ساعت‌ها طول کشید، بر گسترش روابط هر دو کشور تأکید شده است. رئیس جمهور اوباما از برگزاری جرگه صلح حمایت کرده، بر کاهش تلفات غیر نظامیان تأکید کرده است. آقای کرزی گفته است که کمک‌های آمریکا با دقت در بخش‌های مختلف هزینه خواهد شد. عزیز مبشر با جزئیات بیشتر این خبر. بیم آن وجود داشت که این سفر انجام نشود. در یک مرحله کاخ سفید چنین اعلام کرده بود، ولی سرانجام رهبران هر دو کشور ساعت‌ها با هم نشستند، اما پشت دروازه‌های بسته و بدور از چشم دوربین رسانه‌ها. کسی نمی‌داند که آنان چی گفتند، اما آنچه هر دو رهبر با رسانه‌ها در میان گذاشتن این بود: کاخ سفید آنچه در رابطه هر دو کشور پیش آمده بود را جدی نمی‌داند. در این راه موانع و عقب نشینی‌هایی در پیش رو خواهیم داشت. بعضی اوقات شاید دولت‌های ما بالای بعضی تاکتیک‌ها با هم مخالف باشند، اما اطمینان دارم که استراتژی مشترک ما تا پایان سال جاری نتیجه خوبی در پی خواهد داشت. آقای کرزی گفته که اختلاف نظر بین دولت‌ها یک امر طبیعی است. پیشتر رئیس جمهور کرزی خارجه‌ها را به تلاش در جهت ایجاد یک حکومت ضعیف متهم کرده بود. اکنون کابل و واشنگتن بر ادامه همکاری های بیشتر تاکید دارند. رئیس جمهور کرزی و هیئت همراه او گفتگوهای مفصل با مقام های بلندپایه آمریکا انجام داده است. دیدار با وزیر خارجه بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا و با هیئتی از هر دو مجلس این کشور. آقای اوباما بر اهمیت روابط و استراتژی مشترک بر اساس احترام متقابل تاکید کرده است. رئیس جمهور کرزی هم با سپاسگزاری از کمک دولت آمریکا به افغانستان، ملاقات‌های خود با مقام‌های آن کشور را مثبت خواند. در نشست سران هر دو کشور بر شکست القاعده و حامیان آن از هر راه ممکن تاکید شد. آقای کرزی گفت که دولتش با دقت کمک‌های آمریکا را در عرصه‌های مختلف هزینه خواهد کرد. It's not an imaginary relationship. It's a real relationship. روابط میان ما تصوری و تخیلی نیست، بلکه رابطه حقیقی است. رابطه‌ای که بر مبنای مشکلات و سختی‌های بزرگ در افغانستان استوار است. رابطه ما رابطه دو طرفه برای رسیدن به یک هدف مشترک است. آقای کرزی گفت که افغانستان هنوز هم به کمک آمریکا نیاز دارد و در خصوص ساختار روابط هر دو کشور نیز گفتگو شده است. حمایت دولت آمریکا از جرگه صلح و تأکید اوباما بر کاهش تلفات غیر نظامیان از دستاوردهای این سفر محسوب می شود. و اما دو تا وعده برای آقای کرزی دادن، یکی که بعد از صلاحیتش در مصرف پول بیشتر می سازن، و دومی که هم گفتن که عملیات نظامی بعد از این ما به مشوره دولت افغانستان، یعنی بیشتر صلاحیت میتیم که در عملیات نظامی اظهار نظر بکنه، نقشه و اینا در نقشه ها و کار کرد اونا هم سهیم باشه. اینه دیگه، اگه شما دست پر میگین یا نمیگین، فقط با امید دسته های کرزی دوباره پس بر میگن. وزیر خارجه آمریکا برای جمهور کرزی گفته بود که در صورت پایان ماموریت نظامیشان باز هم مردم افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.
وزارت دفاع ملی میگوید که در نظر دارد تا در سال جاری شماره نیروهای اردوی ملی به 130 هزار افزایش داده شود. همکنون حدود 120 هزار مامور نظامی در چوکات وزارت دفاع ملی در حال انجام وظیفه‌اند. افزایش نیروهای اردوی ملی از جمله مواردی است که دولت آن را در کنفرانس لندن مطرح کرده بود. بر اساس این طرح دولت در نظر دارد که رقم اردوی ملی را تا سال 2013 به 176 هزار برساند. علی طاهری گزارش می‌دهد. افغانستان برای خدمت که با گذشت هر روز با شمار اردوی ملی اضافه می‌شود و این افزایش همراه با مهارت‌های مسلکی است. دولت در نظر دارد در سال جاری شمار بیشتری این افراد را آموزش های مسلکی و نظامی دهد. به نظر می رسد که این طرح تلاشی باشد برای کم کردن حضور افراد بی سواد در صفوف اردوی ملی. امروز حدود هزاران تن از کسانی که نزدیک به 2 ماه در مرکز تعلیمی اردوی ملی آموزش های مسلکی فرا گرفتند فارغ شدند. قرار است 1000 تن اینها در ولایت نام کشور مستقر شوند. ما چیزی در اغلی اطافتی مونگ درس ویلی او د قندر ولایت کې ول خیر سره وظیفه کو. ما محمد نور هستم، دیگه 8 هفته میشه که درس سربازی را خوانیم. 6 هفته درس مسلک خوانیم، فعلا نام میرم کماندو. 6 هفته کماندو درس میخوانیم. معلوم است پتلا ده تقریبا سالور میشه که زل تزر اغله ما او سولوشن کارنده نه فارغ سوم بیا ز مسلک دا بخش جوان تلاړم او دغه مسلک ما په خود توګه تر سره کو او زه غواړم کده شي چې هر ځای ته ما وظیفه ته لیږي زالته ازره او آماده یم. مقام ها در وزارت دفاع ملی میگویند این افراد با تجهیزات جدید نظامی مجهز شدند. گفته می شود که امریکا در تعلیمات و آموزش های مسلکی این نظامیان با دولت همکاری کرده است. دولت همواره بر خودکفایی اردوی ملی افغانستان تاکید کرده است. با اساس پلان وزارت دفاع ملی باید الی آخر ماه میزان سال جاری یعنی سال 1389 تعداد اردوی ملی به 1,34,000 نفر ارتقا بکنه و اکنون امی لحظه ای که ما با شما صحبت میکنم فعلا در اردوی ملی افغانستان 1,21,000 نفر عملا موجود است و ما امیدوار هستیم که طی 2 الی 3 ماه آینده همین پلان 1,34,000 را تطبیق بکنیم و انشالله یعنی پیش از میاد معینه ما به طرف اکمال 1,71,600 نفر اردوی ملی افغانستان حرکت خواهد کردیم. این تعلیمات خود به پیش خواهد برد. آقای کریمی میگوید وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا 2 سال آینده شمار اردوی ملی را به بیش از 1,76,000 افزایش دهد. در حال حاضر نظامیان اردوی ملی در جوار مرکز تعلیمی در کابل آموزش های مسلکی می‌بینند. در همین حال